14 گوشی خیلی مهمیه، نه به خاطر اینکه گوشی خیلی خفن و قدرتمندی باشه، چون متاسفانه بهترین گوشیه که میشه با یه ماه حقوق وزارت کار خریدش. پارسال همین موقعا میشد با یه ماه حقوق کارگری گلکسی A32 گرفت، اما الان با احتساب افزایش حقوق برای خریدن همین گوشی که دو نسلم ازش گذشته باید یه ماه و نیم کار بکنید. وضعیت واقعا ناراحت کننده ایه. ناراحت کننده تر هم میشه وقتی بدونید با حقوق کارگری 1402 بهترین گوشی که میشه گرفت گلکسی A14 که عملا دو رده پایین تر از سری C سامسونگه. A14 بچه ها چند تا تغییر مهم داشته که میتونه تجربه کلی این گوشی رو بهتر از نسل قبل بکنه. البته عمده این تغییرات توی بخش سخت افزار بوده، مثلا پردازندش دو برابر A13 سریع تره و الان نسخه پایه گوشی به جای 3 گیگ 4 گیگ رم داره، پس میتونه اپهای بیشتری رو در حال اجرا نگه داره. از طرف دیگه حافظه ذخیره سازی مدل پایه هم از 32 گیگ رسیده به 64 گیگابایت. تا یادم نرفته ما گوشی گلکسی 14 رو از فروشگاه سورین همراه برای بررسی گرفتیم. آدرسشون رو این پایین قرار میدم که اگر دوست داشتین حتما یه سری به وبسایتشون بزنید و ازشون حمایت بکنید. خب این تغییراتی که الان گفتم باعث میشه که توی کاربری روزمره مثل حالا وبگردی، گشت و گذار، توی تلگرام، واتساپ گوشی یه مقدار سر حالتر از نسل قبل باشه. البته هنوزم گوشی اونقدری نرم و روون نیست و کلا انیمیشن های وان یو آی موقع جابجایی توی منوهای مختلف گوشی همچنان آروم اجرا میشن. البته سامسونگ از نسخه سبک شده وان یو آی 51 کور استفاده کرده که یه تعداد از قابلیت های نسخه عادی مثل اچ پنلز و بیکسبی رو دیگه نداره تا گوشی اینجوری کمتر تحت فشار باشه. گوشی اندروید 13 هم داره و اگه سامسونگ به اون وعده آپدیت 4 سالش وفادار بخواد بمونه احتمالش هست که این گوشی یعنی کاربر A14 آپدیت اندروید 17 هم ببینه که واقعا باحاله. حجم باتری گوشی هم باز تغییری نکرده، 5000 میلی آمپر ساعته و با این شارژ گوشی میتونه حدود 13 ساعت فیلم پخش بکنه. توی ویدیو آنباکس هم خب دیدیم که متاسفانه حتی توی مدل اقتصادی هم تو جعبش شارژر نداره و باید جداگونه بخریدش. میشه نهایتاً با توان 15 وات شارژ کرد. اینم از باتری و در واقع بخش شارژر. بریم سر وقت نمایشگرش. پنل مثل قبل LCD 6.6 اینچیه، رزولوشنش فول اچ دی و نرخ نوسازیش هم 60 هرتز. روشنایی صفحه بچه خیلی زیاد نیست و در نهایت به 320 نیت میرسه. رنگا هم دقت جالبی ندارن و سردن. البته A14 اینم بگم یه نسخه 5G داره که پردازندش از این سریع‌تر و صفحه نمایشش هم 90 هرتز. ولی اون 5G لااقل تو این زمانی که ما داریم ویدیو رو میگیریم هنوز به صورت رسمی وارد بازار کشور ما نشده. اگر هم بشه یکی دو تومانی از این 4G گرونتر میشه. خب حالا برعکس خیلی از ویدیوهامون که همون اول طراحی رو میگیم، الان توی این بخش بریم سراغش. طراحی گوشی به نظرم خیلی شبیه به S23 ها شده. البته خب از شیشه و فلز خبری نیست طبیعتاً. بدنه گوشی پلاستیکیه و پشتش یه بافت زبری داره و براق هم نیست. شاید هر کسی نپسندتش. A14 به نسبت پلاستیکی بودنش وزن زیادی داره. گوشی بچه‌ها 201 گرمه و از اونجایی که حاشیه‌های صفحه نمایش هم زیاده، گوشی نزدیک به 1 سانتی متر از S23 پلاس بلندتره، در حالی که S23 پلاس هم صفحش همین 6.6 اینچه. اما بریم سراغ دوربین. دوربین های پنل پشتی مثل A13 فقط فرقی که داره اینه که عمسنج رو حذف کرده. دوربین اصلی 5 مگاپیکسلیه، یه دوربین اولترا واید 5 مگاپیکسلی و یه دونه 2 مگاپیکسلی ماکرو هم اینجوری کنارش گذاشتن باشه. اینا بگم که دوربین سلفی از 8 مگاپیکسل شده 13. با یه گوشی از دسته خب اقتصادی سامسونگ طرفیم دیگه، پس نباید انتظار خاصی از دوربینش داشته باشیم. عکسای دوربین اصلی رو میشه برای اشتراک گذاری توی شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد، اما میدونید HDRش تعریفی نداره، جزئیات زیاد نیستن و رنگا هم طراوت چندانی ندارن. برای رفع کتی خوبه، اینجوری میتونم بگم. وضعیت دوربین اصلی و تا حدود دوربین سلفی بهتر از دوتا دوربین دیگه گوشی. با حدود 7 میلیون تومان A14 یکی از بهترین گوشی هاییه که میشه الان خرید و خب طبیعتاً باید بپذیریم که توی این محدوده قیمتی انتخابی جز گوشی های اقتصادی نداریم، مگه اینکه حالا
مثلا یه رفیق یا آدمی رو سراغ داشته باشید که بتونید ازش یه میانردی کار کرده از یکی دو سال پیش بگیرید. توی بازار گوشی‌های نو با 300 400 هزار تومان ارزان‌تر میتونید از سامسونگ گلکسی A13 رو هم بگیرید. این گوشی تقریبا تمام مشخصاتش با A14 که الان بررسی کردیم یکیه، اما پردازنده‌اش خیلی ضعیف‌تره. اگر 300 400 هزار تومان هم بذارید رو پولتون، میتونید مثلا به پوکو M5 هم فکر بکنید که یه 10-15% از A14 سریع‌تره. البته اگه با رابط کاربری پوکو مثلا مشکلی نداشته باشید. همین، تموم شد. الان وقت اینه که شما داخل کامنت ها نظرتون راجع به A14 بنویسید. به نظرتون با قیمت فعلیش گزینه خوبی برای خرید هست یا نه؟ یا اگر شما گوشی بهتری رو داخل این رنج قیمتی میشناسید، حتما داخل کامنت ها مدلش رو برامون بنویسید. مراقب خودتون باشید. حرف دیگه ای نمونه و خیلی مخلصید.